سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. میلاد عیدی هستم. امشب میخوایم در ادامه کورسی که شروع کرده بودیم با عنوان مراحل عمومی آنالیز داده های NGS بریم سراغ آنالیز یک دیتای فست کیو که به واقع همون خانش هایی بود که از دستگاه سیکونسر می اومد بیرون. منتها برای اینکه بریم این فایل رو آنالیز بکنیم، برای اینکه به یک به قولی یگانگی توی فایل هایی که داریم آنالیز میکنیم من و شما برسیم، بریم از یک دیتابیس یک دیتای واحد رو من و شما دانلود بکنیم. خب اون دیتابیسی هم که میخوایم استفاده بکنیم، بنده پیشنهاد میکنم دیتابیس SRA هست که SRA مخفف Sequence Read Archive هست. اگه بخوام یه مقدمی در مورد این دیتابیس بگم، باید اینو بگم که معمولا محققینی که توی هیته NGS کار میکنن، برای اینکه تو مقالاتشون دیتاهاشون رو هم بتونن به اشتراک بذارن، دیتا هاشون رو توی یه سری کلاود هایی باید برن به قولی اپلای بکنن و آیدی مربوط به دیتاشون رو دریافت بکنن و اون آیدی رو توی مقالاتشون بذارن. بعد اون وقت اون آدمایی که میرن مقالاتشون رو میخونن، دیگه در دسترسشون خیلی راحت با استفاده از اون آیدی میتونن به دیتای اون مقاله دسترسی پیدا بکنن و دانلودش بکنن. همین کاری که ما الان میخوایم بکنیم. خب به همین خاطر اول بریم سایت SRA که زیر مجموعی از NCBI هست رو باز بکنیم. بریم توش ببینید توی این فضا که خب فضای نام آشنای سایت NCBI هست، منتها به قولی زیر مجموعی SRA اش هست این صفحه. شما میتونید از این قسمت How to Submit، اگر خودتون یه سری دیتا هایی تولید کرده باشید و مقاله ای دارید پابلش میکنید، میتونید از این قسمت، از قسمت How to Submit برید یه دستورالعمل سابمیتش رو بخونید و دیتاتون رو بعدش اپلای بکنید و به قولی اپلود بکنید بعد از اپلای کردن. و خدمت شما عرض شود که در نهایت آیدیتون رو بگیرید و توی مقالاتتون ازش استفاده بکنید. دیگه آخر شب شده. واقعیتش هم اینه که کاش امکانش می بود که من این ویدیو رو توی روز و در ابتدای روز براتون ریکورد کنم، اما دیگه آخر شب، دیگه اگه اشتباهی میشه شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب حالا از این مسائل بگذریم. من میخوام یه دیتایی رو دانلود بکنم. خب قبلا هم یه سری دیتای نیپت بود دانلود کرده بودم، حجمشون کم بود و فکر میکنم خوبه که از اون دیتای نیپت بریم یه دونه برداریم. قبلا هم من توی این صفحه اومدم یه دیتای کم حجم، مثلا این دیتا فایل اساره 117.5 مگابایت هست و این فایل 119 مگابایت. بریم حالا این 117.5 رو ببینیم چجوریه. ببینید یه صفحه باز میشه مربوط به این فایل هستش. معمولا اونایی که دیتا اپلای میکنن ابستراکت مقالاتشون رو هم اینجا میارن. مثلا اینجا توضیحات داده که این دیتا به قولی تولید شده از یک کاری هستش که 3405 تا NIPT یا NIPS هم میگن، به قولی اون اس آخرش اسکرینینگ هستش که مربوط میشه به نان اینویسیو پرینیتال اسکرینینگ. خب حالا اون نیپتی هم که ما میگیم نان اینویسیو پرینیتال تستینگ هستش، اون حالا تفاوت خاصی ندارن، فقط بازی با واژه هاست. که خب ببینید پیچیدگی های بعد از آلاینمنتی که ما میخوایم انجام بدیم در مورد دیتای نیپت خیلی زیاده و مسائل خیلی زیادی پیش میاد بعد از آلاینمنتی که ما میخوایم نهایتاً با این فایل انجام بدیم، اما ما وارد اونها نمیشیم. اوکی، ما داریم با مراحل عمومی آنالیز داده های NGS
کارمون رو پیش میبریم، پس برامون اونقدرها فرق نداره که الان داریم چه دیتایی میگیریم. فقط من اصراری که داشتم این بود که روی دیتای انسانی حتما کار بکنیم، مگر در مواردی که بچه ها سیستم های ضعیفی دارن میتونن حالا به صورت پارالل همین کارهایی که من دارم اینجا میکنم هم برن دیتای های باکتری ها رو یه باکتری انتخاب بکنن، دیتای اونو دانلود بکنن. اما در مرحله بعد که میخوایم آلاین بکنیم، من به شما میگم مثلا هیومن رفرنس جنوم رو دانلود بکنید، اون دوستان برن رفرنس جنوم اون باکتری رو دانلود بکنن. خب تفاوت چندانی نداره تو داستان، تو اصل داستان. اما اصراری که من داشتم اینه که حتما دیتایی که دانلود میکنیم انسانی باشه، و از اونجایی که این دیتا، این سری دیتاهای این دوستان چینی حجمش کم هست، من این رو توصیه میکنم که دوستان دیگه زیاد اذیت نشن، چون یه سری دانلودی های دیگه هم داریم جلوتر که بریم دیگه اونقدر بسته های اینترنتتون رو اذیت نکنیم. خب حالا ما این سفر رو آوردیم بالا، چیکارش بکنیم؟ چجوری دانلود بکنیم این دیتا ها رو؟ اینجا نوشته که چند تا بیس پر توی این ران کاری دان سکانس شده، به قولی حجم این فایل چقدر هستش، توی چه سالی هم پابلیش شده، و این آیدی به قولی SRA آیدی این دیتا هستش. خب من روی این کلیک میکنم، تو قسمت ریدز شما خود این خانش ها رو میبینید، خب با فرمت فست ای یا به قولی فستا. خب که کوالیتی اسکور ها رو اگه اینجا فعال بکنم، من این کیفیت ها میاد. خب کیفیت تک تک بازهایی که اینجا هست از فرمت ASCII که توی اینترودکشن فایل فاسیو براتون توضیح دادم تبدیل میشه به همون عددا که ما متوجه بشیم به قولی اون کیو کوالیتی اسکور واقعی و به قولی با اون کاراکترهای عجیب غریب اسکی نباشه براتون. خب اما خب ما این فایل این شکلیش به درد ما نمیخوره دوستان. خب ما باید این رو دانلود بکنیم که حالا طرق مختلفی داره برای دانلود، اما یک چیزی که من میخوام از اون طریق دانلود دیتاها رو از SRA به شما یاد بدم، دانلود از طریق نرم افزار SRA Tools هست. خب SRA Tool Kit رو شما که سرچ بکنید توی گوگل، یه صفحه صفحه مربوط بهش میاد بالا. اینجا ورژن های مختلفی هستش برای نرم افزار SRA Tool Kit. شما دنبال باینری هاش برید، باینری های مربوط به سیستم عاملتون. خب compiled binaries، این سورس کد ها رو معمولا شما دنبالش نرید چون اذیت میشید، چون سورس کد ها رو اگر بخوای کامپایل بکنید باید یه سری به قولی ریکوارمنت های دیگه رو برای با توی سیستم عاملتون فراهم بکنید تا کامپایلیشنش کامل انجام بشه. این هم از اون توپقای مربوط به آخر شبی بود، توپقای آخر شبی. اوکی متوجه شدید؟ پس فقط باینری ها رو دانلود بکنید. و اینجا مثلا من سیستم عاملم اوبونتو لینوکس 64 بیتی هست، بعضی ها مک او اس هم نگفته نمونه، SRA Tool Kit روی ویندوز هم اجرا میشه، اما الان سیستم عامل من لینوکس اوبونتو 64 بیتی هست. 80 مگابایت دانلودش شروع شده. خب دوستان عزیز دانلودش تموم شد بالاخره. ما این وسط یه چایی هم رفتیم خوردیم یه ذره حالمون بهتر بشه، توپق زیاد نزنیم. تو پوش دانلود هم میرم. خب SRA Tool Kit current اوبونتو 64 این داره. خب میگه که آره این فایل tar.gz هم داره، میگه که این فایل به قولی زیپ شده هستش، یکی از فرمت های کامپرشن هست tar.gz. ما اینو خیلی راحت extract here میکنیم. برای extract فایل های tar.gz توی لینوکس هم نیاز به نصب نرم افزار نیست، به طور پیش‌فرض میتونه
لینوکس این فایل ها رو با همین کلیک راست روی فایل و اکسترکت هیر به قولی اکسترکت بکنه. اما در مورد فایل های دیگه مثل مثلا دات رر ها باید نرم افزار های حالا جزئی دیگه ای نصب بشه که حالا کم کم ایشالا را بیفتید با کار کردن با لینوکس رو. اونا چیزی نیست، اونا رو با یه سرچ جزئی توی اینترنت میتونید پیدا بکنید که چجوری کاراتون رو پیش ببرید. خب رفتیم تو پوشه اش دوستان، حالا میریم تو پوشه بین. اینجا من اینو بزرگتران یه عالمه طوله، خب یه عالمه به قولی نرم افزارهای کوچولو کوچولوه که مربوط به زیر شاخه های اساره تول کیت هستن. ما اینجا یک کلیک راست میکنیم Open in Terminal، یعنی این پوشه رو توی ترمینال باز بکن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترمینالی باز بکن که دایرکتوریش این پوشه باشه. اینجا رو میبینید به صورت پیش‌فرض آدرس این پوشه اومد. خب من دیگه کاری با اون پوشه ندارم، میبند یعنی نمیبندمش، اینو بازتر میکنم تو کامند لاین توی ترمینال ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان اون پوشه اومد بالا. اونجا یک تولی بود، یک نرم افزار کوچولویی بود با عنوان پریفچ. خب اینو اینجا تایپ میکنم یه اینتر میزنم، اینجا اومده گفته یوزیج این تول اینجوریه که شما پریفچ رو تایپ بکنید، یه سری آپشن هایی میتونید اضافه بکنید و بعد اساره اکسشن آیدی رو وارد بکنید. این چه کار میکنه؟ به قولی فچ میکنه اون دیتای اون اساره آیدی که ما اینجا حالا وارد بکنیم رو. خب الان حالا میتونیم هلپ بیشتری هم بخوایم از این در مورد این نرم افزار پریفچ که من با هلپ بیشتر برای گرفتن هلپ بیشتر تایپ کردم prefetch dash h و بعد اینتر رو زدم. خب یک به قولی منوال کامل تری آورده شد که خب ما اونقدرها نیاز نداریم، ما فقط میخواییم الان دیتا رو دانلود بکنه و حالا بگیریم اون دیتایی که میخواستیم. اون دیتای چی بود؟ اساره آیدیش الان من اینجا برم، اون دیتای اساره آیدیش اگر اشتباه نکنم همین فایل بود دیگه. آره یه بک بزنیم، آره همین این فایل بود 117.5 مگابایت. اینو من خیلی راحت کپی میکنم، من کپی ها رو هم دیگه با شورتکات های کیبوردی انجام نمیدم، کلیک راس میکنم که قشنگ شما به متوجه بشید که دارم چی کار میکنم. یه کنترل ال میزنم این بیاد بالای صفحه و اون قبلی ها برن دیگه از زاویه دید ما خارج بشن. اینجا یک کلیک راست میکنم پیست میکنم، منتها قبلش باید تایپ کنم prefetch. prefetch همون نرم افزاری که این بالاتر گفتم بهتون، اینجا گفته بود prefetch رو تایپ کنید، بعدش آپشن هایی که اگه دوست دارید رو میتونید وارد بکنید، بعدش اساره اکسشن آیدی رو. خب من الان prefetch رو تایپ کردم، اساره آیدی اون دیتا هم تایپ کردم، یه اینتر. الان ببینید این گوشه این چشمکسن داره میگه که این داره یه کاری انجام میده. ابزارهای کامند لاین این شکلی هم دیگه دوستان. خب منتظر میشیم که دانلود انجام بشه. خب دوستان دانلود تموم شد، حالا بریم ببینیم کجا دانلود شده. ببینید بچه ها این تول پریفچ وقتی دانلود میکنه معمولا دیتا ها رو میبره توی هوم لینوکس و پوشه NCBI. ببینید هوم لینوکس من پوشه NCBI خودش ایجاد کرد توی پوشه پابلیک SRA و این فایل. حالا این فایل که حجمش 123 مگابایت بود چی هستش؟ این یه فایل SRA دوستان که باید ما این فایل SRA رو به فایل FASTQ تبدیل بکنیم، فایل فسکیوی که راجبش حرف زده بودیم. روی این فایل SRA آنالیز ها رو ما اونجور که باید شاید نمیتونیم انجام بدیم، باید تبدیلش بکنیم. این چرا آخه اصلا هم SRA دیتابیس داره این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه حجم فایل ها کمتر بشه. الان این فایل SRA که ما دانلود کردیم 123 مگابایت بود، حالا که بریم با استفاده از همین یکی دیگه از ابزارهای SRA Toolkit تبدیلش بکنیم به FASTQ ببینیم چی میشه.
حجمش چجوری میشه. خب من دوباره همون چیز رو باز میکنم، همون ترمینالی که به قولی با دایرکتوری اون پوشه طولهای طول اساره طول کیت باز بود. حالا یکی دیگه از ابزارهای تول کیت SRA رو بریم استفاده بکنیم برای تبدیل فایل SRA مون به فایل فسکیو، که اسم اون ابزار فسکیو دامپ هستش. دوستان فسکیو دامپ هم دیدید تایپ کردم مثل همون پریفج اومد یوزیجش که چه جوریه. حالا ما میخوایم یه هلپی هم دوباره بگیریم برای این ابزار هم. خب هلپش اومد رو صفحه. حالا اینجا آپشن های مختلفی داره که ما کاربردی ترین این ابزارها برای تبدیل فایل SRA مون به فایل خدمت شما شود چیز فایل فسکیو این آپشن هستش که میگه که فایل های لگاسی خدمت شما عرض شود SRA رو به فایل های فسکیو تبدیل میکنه. اگر پیرد اند باشن انتهای فایل ها، چون دو تا فایل ایجاد میشه اگر پیرد اند باشن، سیکونسینگ اون محققینی که اون کارو کرده بودن اون دیتا رو ما گرفتیم، انتهاش یک و دو اضافه میکنه که مربوط به فایل های فوروارد و ریورس خواهند بود. پس ما فسکیو دامپ رو تایپ میکنیم. من دوباره باز از روی صفحه اونجا کپی کردم، اینجا پیست کردم آپشن اسپلیت تری رو، بعد آدرس فایلمون رو میدیم بهش. خب من تک تک این کارا رو جوری انجام میدم دوستان که دوستانی که هیچ تجربه کار با کامند لاین و اینها رو ندارن هم بتونن از پسش بر بیان. مثلا این SRR فلان رو ما میتونیم اسمش رو عیناً هم کپی کنیم. خب عیناً کپی بکنیم بیاریم اینجا پیست بکنیم، یا میتونیم نه اصلا SR رو بزنیم و یه تب بزنیم خود لینوکس کامل میکنه. خب چون توی این آدرسی که اینجا ما داشتیم تنها یه فایل بود که اولش SR بود، بعدش تب بزنیم بقیهش رو خودش کامل میکنه. اینا ترفندهایی هست که توی لینوکس کم کم دستتون میاد و خودتون میتونین ازش استفاده بکنید. خب حالا ورودیمون رو دادیم بهش. خب طبق این توضیحاتی که اینجا داده، گفته اول فسکیو رو بزنید، فسکیو داش دامپ، بعدش آپشنی که میخواهید رو تایپ بکنید که ما اونجا آپشنمون رو آوردیم داش داش اسپلیت داش تری، و بعد پث رو، پث یعنی آدرس فایلی که میخوایم تبدیل بکنیم به فایل فسکیو. خب و در نهایت میتونیم اوتپوت دایرکتوری رو هم مشخص بکنیم. ما این اوتپوت دایرکتوری رو هم کپی میکنیم اینجا. قبل این که آدرس فایل ورودیمون رو بهش بدیم، اوتپوت دایرکتوری رو هم مشخص میکنم، دقیقا همون دایرکتوری خود این فایل SRA مون باشه، جای دیگه ای کپی نکنه. این رو هم کپی میکنم. من خیلی ساده اینها رو با موس دارم انجام، یک کنترل ال بزنیم این بره بالا، راحت تر بشه دیدنش، رو سر صورت من نیاد. و اینجا دایرکتوری رو برای اوتپوتمون هم براش تایپ کردیم. خب چون دایرکتوری رو میخوایم مشخص بکنیم بچه ها، دیگه انتهای آدرسمون رو یه اسلش میذاریم اینجا. خب و فایلی اینجا تایپ نمی کنیم و بعد با یه فاصله اون پس فایلی که میخوایم فایل SRA ایمون رو بهش میدیم که میخوایم به فسکیو تبدیل کنیم، یه اینتر میزنیم. خب الان ببینید اینجا، خب این یعنی داره یه سری کارایی میکنه در پس زمینه. حالا بذارید یکی از ابزارهای خود لینوکس رو هم من بیارم مونیتور بکنیم که سیستم ما داره چجوری کار میکنه، CPU هامون و
قولی میزان مموری که داره مصرف میشه. خب الان اینجا داره مثلا از یکی از هسته های لپتاپ من که هسته ها هم داره هی چنج میکنه، خود نرم افزار داره استفاده میکنه. اینجا دارید گرافش رو میبینید که اون فایل SRA به فایل FASTQ تبدیل بشه. خب معمولا این ابزار خیلی کوچیک لینوکس سیستم مونیتور به شما کمک میکنه که توی این کار با ابزارهای کامند لاین ببینید که چه کارهایی داره صورت میگیره، اصلا داره کاری اتفاقی محاسبه اون پس زمینه که شما نمیبینید اتفاق میفته یا نه، که خب الان دیدیم انجام هم شد. 449 نه 4,492,024 تا خانش پیدا شدن و در فایل FASTQ نوشته شدن. ببینید یه فایل 123 مگابایتی SRA به فایل 1 گیگابایتی FASTQ تبدیل شد. الان ما میتونیم دیگه این فایل SRA مون رو پاک بکنیم دوستان، چون فایل FASTQ شو ساختیم با ابزار FASTQ دامپ خدمت شما شود SRA Toolkit به همین راحتی. این یک مثال کوچیکی از استفاده از ابزارهای کامند لاین بود که باهاشون خیلی کار داریم در ادامه مسیر آنالیز داده های NGS. فکر میکنم برای این ویدیو کافیه، ما همین دیتای FASTQ رو انشاءالله در ویدیو بعدی دیگه آنالیزش رو شروع میکنیم، QC انجام میدیم و دیگه خدمت شما شود میایم براش تریمینگ هم انجام میدیم اگر نیاز داشت. حالا نمیدونیم، بریم ببینیم چه خبره تو این فایل. اینجا هم میبینید همون خانش هایی که در ویدیو اینتروداکشن فایل FASTQ براتون توضیح داده بودم هستش. خیلی ممنونم این ویدیو هم همراه هم بودید. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همتون، شبتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.